موشکباران بندر لازقیه در غرب سوریه بامداد سه‌شنبه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که این حمله میدان کانتینرها را هدف قرار داده. بنابراین گزارش، این موشک‌ها توسط نیروهای اسرائیلی از دریای مدیترانه شلیک شده بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزوده که این حمله کانتینرهای اسلحه و مهمات ارسال شده از سوی ایران را برای شبه نظامیان وابسته به این کشور هدف قرار داده. رسانه‌های دولتی سوریه اما میگویند کانتینرها تنها حامل اقلام تجاری بودند و پدافند هوای سوریه توانسته با این حمله مقابله کند. مقام‌های اسرائیلی پیشتر درباره مقابله با اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه سخن گفته بودند. بعصر آخرون مکل خلون بمدینت اسرائیل نشکفت ایران. در دهه گذشته از هر پنجره در اسرائیل انعکاس ایران رو میشد دید. در شمال شرق شبه نظامیان شیعه در سوریه، در شمال حزب الله و در جنوب حماس و جهاد اسلامی. ایرانی ها اسرائیل رو با موشک محاصره کردند در حالی که آسوده در تهران نشستند. از دور برای ما مشکل درست میکنند، انرژی ما را میگیرند و به ما آسیب میرسانند بدون اینکه از خانه خود خارج شوند. آنها خون ما را می‌ریزند بدون اینکه در مقابل هزینه‌ای بپردازند. در نتیجه روش‌های تعقیب تروریست‌ها مثل سپاه قدس مثل قبل دیگر معنی ندارد. باید به دنبال اعزام کنندگان باشیم. صدور نوح بسخ کل. اسرائیل در ماه‌های گذشته حملات خود را به اهداف مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سوریه و لبنان تشدید کرده است. از جمله برخی اهداف متعلق به حزب الله را که هم در لبنان و هم در سوریه هدف قرار داد. حزب الله همواره در حال انبار کردن موشک در نزدیکی منازل غیر نظامیان است. آنها به موشک‌های پیشرفته هم دست می‌یابند. این تهدید بزرگی برای اسرائیل است که در صورت نیاز آن را خونسا خواهیم کرد. سیاست‌های ایران در منطقه همواره از عوامل نگرانی اسرائیل و دیگر کشورها در منطقه بوده. در این میان ایالات متحده هم این مسئله را یک چالش دانسته و بارها بر پایبندی خود به حمایت از امنیت اسرائیل تأکید کرده. امنیت اسرائیل برای ما اصلی خلل ناپذیره. ما به دنبال راه حلی برای همه این چالش ها از جمله امنیت منطقه‌ای و نگرانی های مشترکمان درباره ایران و نقشش در منطقه هستیم. به غیر از شبه نظامیان، دیگر فعالیت‌های ایران چه در زمینه هسته‌ای و چه موشکی هم برای اسرائیل نگران کننده است. در سایه احیای احتمالی توافق برجام که اسرائیل مخالف آن است، این کشور از احتمال اقدام یک جانبه هم سخن گفته است. بنوسه اسفینه و بنوسه ایرانی بخلال، ما برای بسیج کردن جهان تلاش می‌کنیم، اما به تنهایی هم اقدام می‌کنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند. سیاست های تهران در منطقه که میگوید قابل مذاکره نیست، چالشی که در صورت برطرف نشدن روابط ایران با دیگر کشورها را همچنان تنش آلود نگاه می‌دارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.